چرا این تلفن من کو؟ میخوای چیکار؟ میخوام چیکار؟ میخوام زنگ بزنم 110. 110 برای چی؟ آقا بیا تکلیف این بچه رو معلوم کنه. بیا اینجاست. من میدونم شما با این همه سواد و کمالات چرا زنگ به پلیس نزدی؟ بنگه هیچ کدوم از اهالی این ساختمون با اینکه بچه رو دیده بودن دم خونشون زنگ به پلیس نزدن، منم نزدم. عزیز من، اهالی این ساختمون که مدیر این ساختمون نیستن، شما مدیر این ساختمونی. خودت میگفتی مراجع قانونی لابیرنت. هزار تو. حالا هر چی. مهم اینه که بفهمی مادر پدر این بچه کیه. ای میترا جان، وقتی این بچه رو اشتباهی آوردن اینجا، شما تا کی میخوای نگهش داری؟ بعد زنگ بزنی پلیس دیگه. میخواستم تا وقتی که تو اومدی نگهش دارم، بعد زنگ بزنم پلیس. تا همین الان. کیه؟ بله بله. آقا بچه من اینجاست. من بچه نوشش بچم خانم، یه نشونه یه چیزی هم نشونه یه کاغذ واسه اون باباش گذاشته بودم. بخیر آقا، این چه سرمه؟ قرار بودی نوامو ببره بده دست دامادم، او بوده گذاشتتش اینجا. اشتباه اشتباهی چیه؟ این آدرسی که به من دادی اینا کروکی شدی؟ اینو بعد تو از این ور میگرفتی نه از اون ور. بعدش من چه میدونستم ماشین از پایین میاد؟ مهریهشو بخشیده آقا که بچهشو بگیره. این خواستگار داره همه چی تموم، ولی شرطی بود که بچهشو بذاره برای باباش. خب حقم داره، خود شما راضی هستی بچه یکی دیگر بزرگ کنی؟ خداحافظ شما. این بچه فقط عمر تو هم ببخشید کاغذ بود واسه بابای بچه یه چیزی آره الان میام. معلومه دیگه نمیام خونه تا چه دیگه نمیام. کدوم یکیتون ارزش داشتی که وقتی دفت دادن یه چیزی هست بچه رو میذارن توش این برون من میبرن خیلی هم همین یه کلاه و پتو هم بود توش. نمیادین چیز دیگه یادتون نرفته؟ نه همینو من بی خیال دیگه دنیا برعکس شده؟ نمیدونم برعکس شده؟ ناره دیگه نوازه اینکه من از تو دلخور باشم تو دست پیش گرفتی؟ شما برای چی از من دلخور باشی؟ برای پنهون کاریست، برای اینکه به من نگفتی یه بچه پشت در خونه است. میترا خانم، این کاریه که همه مردم این ساختمون کردن، فقط من نکردم. مجید، چون همه مردای ساختمون این کارو کردن، دقیقا تو نباید این کارو میکردی. مرد زندگی من اونی نیست که وقتی یه بچه رو پشت در پیدا میکنه برش داره ببرتش بذاره جلوی در خونه همسایه. میترا، من چرا این کارو کردم؟ شما بفرم. نه دیگه، شما داری محاکمه میکنی، بگو من چرا این کار کردم. میتونه اگه اون بچه رو میابردم تو، اعتبارم بشه از دست میدادم. بابا کافی بود تو اون یادداشت رو بخونی باور کنی. اون وقت من مطمئنم مجبورم تا مرحله آزمایش دی ان ای هم پیش برم. مجید این چه حرفی میزنی؟ من به تو اعتماد دارم، خواهش میکنم، خواهش میکنم دیگه هیچی هم من مخفی نکن. چشم، بری به یه شهر. میترا، هیچ وقت بهم شک نکن، باشه؟ هیچ وقت به شک نمی کنم. نفهمیدم اسمش چی بود. چه فرقی میکنه؟ میاده چی؟ مادر شدن، مادر بودن. خیلی میترسم از چی؟ مادر شدن، مادر بودن. مجید جانم، دیگه هیچ وقت، هیچ وقت، هیچ وقت هیچی رو ازم مخفی نکن. مجید گل دیدم دیگه. چی مادر بزرگ این کارو کرد؟ اون روز بر اثر اشتباهی یه نوجوان، یه نوزاد سر از ساختمون مادر آورد. اون بچه معصوم و بی‌زبون زندگی همه ما رو تحت تاثیر خودش قرار داد. اما
اما دلنشین ترین آرامش رو خود نوزادی پیدا کرد که آرامش همه ما را حداقل به مدت یه روز به هم زده بود و پدر و مادرش دوباره تصمیم گرفتن تا با صداقت و صمیمیت کنار هم زندگی کنن. من برای مهمون یه روزه ساختمونمون آرزوی خوشبختی میکنم. شما هم برای خوشبختیش دعا کنید. کاش میشد خیلی از حرفا رو نزد. کاش مردا میتونستن خیلی از حرفا رو با نگاه کردن به چشمامون بفهمن. کاش بیشتر اوقات آدم مجبور نبود حرف بزنه. کاش میتونستی رد نوشته‌هامو از این صفحه سفید بخونی. سلام میتره جون، صدا چرا اینجوری من؟ میبینی چه جوری شدم؟ بگویم به خاطر آلودگی حواس. به خدا چه سبد گل قشنگی، جریان چیه؟ خودت چه فکر میکنی؟ نمیدونم والا چی بگم، خیلی هم گرون به نظر میرسه. نکنه زاو داری؟ چی داری؟ زاو دیگه چیه؟ خود چیه؟ کلمه قشنگتر مثلا کسی داره بچه دار میشه، کسی میخواد فارغ بشه. میتونه جون کسی قراره فارغ بشه؟ بله، در آینده و چندان دور. ای بچه، منظوره چیه؟ چونه من؟ هیچکی نگیا مریم، باور کن خودم هم مطمئن نیستم، مجیدم نمیدونم. عجب از اینو کی فرستاده؟ میتونه جون، ولی من هنوز موندم. اگه آقا مجید نمیدونه پس کل به این بزرگی رو برای چی فرستاده؟ من فکر کردم که خودش فهمیده خواسته منو غافلگیر کنه. پس چرا آوردیش پایین؟ آخه راستشو بخوای شک دارم مجید از این کارا نمیکنه. آها، یعنی قبلا برات کل نگرفته؟ چرا بنده خدا، ولی مدل خودمون.
مثلا یه دسته گل نرگس، میخک، روز، مریم. ولی ندیگه یه همچین سبد شدیدی. این جمله رو خوندی خیلی جالبه. ممنون برای زندگی دوباره که به من دادی. فکرم منظورش بچه‌مه. ولی هرچی فکر میکنم با عقل جور در نمیاد. خون که هنوز نمیدونه. من اصلا چیزی نگفتم، حتی دکترم نرفتم، خودم هم مطمئن نیستم. شما راجع به این موضوع اصلا شک نکن، باید یه شیرینی مفصل به هممون بدی، اون که ایشالله مبارکش باد. ولی من دارم میگم این جمله، صدای منم در نمیاد، دیدی چجوری شدم؟ جمله خیلی جالبه، یه جوریه نامرسه مثل این جمله کلیشه‌ای تو سریال مریم. با ناراحت نشو میترا جون، شوهرم داده این گلا. دارم شوخی میکنم. ببین بیا اصلا یه زنگ بهش بزن، الان تکلیفمون مشخص میشه. زنگ بزنم چی بگم؟ مجید تمام برنامه های منو خراب کرد. من فکر میکردم غافلگیرش میکنم، مهمونی میدم، بردش گل بر من فرستا. عزیزم شما زنگ بزن، لازم نیست چیزی بگی، همین که بگی الو میگه دست گل دستت رسید یا نه. خب اگر همچین چیزی نگفت چی؟ مگه میشه نگه؟ میدونی الان چقدر پول این سبد گله؟ کل هزینه کرده، اون وقت نپرسه، اصلا امکان نداره. بیا زنگ بزن دیگه. ببخش میشه لطفا تو بری بیرون؟ برم؟ ولی قول میدی هرچی گفتی بهم بگی؟ قولا منتظرم. سلام مریم جون، چطوری؟ قربون شما. نمیشه بریم تو؟ چرا ادا اصول از خودت داری در میری؟ بچه نمیشه برم تو؟ آخه میترا خانم داره تلفنی خصوصی با شوهرش صحبت میکنه. نکنی این دوتا هم با همدیگه دعواشون شده؟ نه، مگه کی با شوهرش دعوا کرده؟ اوه ببین سر این بچه چه قیامتی به پا شده. این دفعه فرق میکنه، این دفعه یکی یه سبد گل آورده گذاشته در خونه میترا خانم. سبد گل دیگه چی؟ خب بذار برم چی؟ حالا میریم، بذار تلفنش. ای بابا بذار من سبد گل ماجراش چیه؟ سبد گل جریانش چیه؟ والا من که فکر میکنم اینو اشتباهی برداشتن آوردن. نصرت خانم، کی سبد گل به این بزرگی رو اشتباهی میفرسته آخه؟ همون که بچه قنداق شده برمیداره میذاره پشت در. اون اشتباه نشد، وقتی این اشتباه شده یه حرفایی میزنی برای خودش. موضوع اینه که چرا همه چیزو اشتباهی میارن جلو در خونه من؟ خب منم همینو میگم دیگه، پس حتما اشتباهی فرستاده نشده، به آدرس آوردن گلو گذاشتن پشت در خونه. شما هیچی از شوهرت نپرسیدی؟ هیچی بهش نگفتی؟ نه. پس الان با کی داشتی این همه صحبت میکردی؟ با مجید حرف میزدم، ولی ازش نپرسیدم. دیدم خودش هیچی نگفت دیگه، منم نپرسیدم دیگه. خب دیگه مخ شماها عصبانی میشین از دست شوهراتون که چرا یواشکی بچه رو برداشتن از این خونه به اون خونه، از اون در به اون در گذاشتن. همینه دیگه، برای اینکه بیتوجهی. بابا جان ازش راحت آسوده بپرس، از هم که رو درواسی نداریم که، شوهرته. خب میخوای الان زنگ بزنی بپرسی؟ باشه، ولی آخه من فکر میکنم الان بهش بگم غیر از اینکه فکرش هزار جا بره هیچ اتفاق دیگه ای نداره، حالا میاد خونه ازش میپرسم دیگه. خب من میگم اگه اون نفرستاده باشه چی؟ این حرفا چی میزنی شما دیگه؟ آخه من نمیفهمم بالا. مگه من قبل از حرکت دیروزتون اینم مال امروزتون؟ من همه کاراش اینجوریه. چی کار کردم مگه من نصرت خانوم؟ ای بابا. خب من میگم هر کسی میتونه فرستاده باشه، خواهری، برادری، دوستی، اصلا شاید فهمیدم میترا جون مدیر شده، خواستم بهش تبریک. مگه میترا خانم رئیس جمهور کیگاه شده که حالا از این ور اونور براش گل بفرستن از این حرکتا؟ والا مدیر ساختمون جز جون کندن و جز زحمت کشتن هیچ دیگه نیست. من نمیفهمم اینا که مدیر ساختمون میشن واقعا دیوونن. واقعا دیوونه. ببین تقصیر خود شما هاست. من با اینکه منصور از من دور هست اونجا، لحظه به لحظه منصور رو کنترل میکنم، لحظه به لحظه ببینم چی کار میکنه، که میره سر کارش، که تو خونه است. تصویری هم میبینشون؟ چه تصویری؟ با تلفن موبایل های نه خیر، تصویری هم میبینشون. خدا
مجید واقعا تو این گلو نفرستادی؟ میتونه چون من خودم برای شما همچین گلی بفرستم؟ مجید؟ نه منظورم که من اگه بخوام برای شما گل بگیرم یه روزی یه دست نرگسی چیز چیه؟ آره خودم هم فهمیدم این بیشتر شبیه گلایی که واسه افتتاحیه نمایشگاه ماشی میفرستم. فقط شما به کی زندگی دوباره دادی؟ من همین زندگیو که داریم با رنگ کردن این آپارتمان دارم به باد میدم، زندگی دوباره بدم؟ شاید بر مستاجر قبلی است. میترا فهمیدم، برای مستاجر قبلیه نیست، از طرف مستاجر قبلی است. دروغه؟ چرا باید برام گل بفرسته؟ دروغ گفته دوچار عذاب وجدان شده گل فرستاده دیگه. حتی اگه دوچار عذاب وجدانم شده باشه زنگ میزنه و عذرخواهی میکنه، گل نمیخواد بفرسته که. بعدم چی ما به اون زندگی دوباره دادیم؟ آقا نمیدونم چیکار کنی؟ میخوام ببرمش بیرون، خوشم نمیاد جلو چشم باشه. حیفه مجید، بذار میبرمش دفتر. میترا پیداش کردم، شماره تلفنش. گل فروشی پیوند بفرمایید. در خدمت هستیم جناب. تو 12 شب یادداشت بفرمایید. آقای ممنون. آقای گلبداغی خدمت میرسیم. حاضر شو بریم. بله مال همینجاست. من میدونم مال همینجاست. میخوام ببینم که کی خریده اینو. من خودتون نخریدی. نه ما نخریدیم. ببخشید این گلا شفه چنده؟ اونا 3 تومن. ببینیم موضوع اینه که اینو یکی خریده از این گل فروشی فرستاده دم خونه ما. ما میخوایم ببینیم اون کی بوده. چنده آقا ببخشید. اونا هم 3 تومن. متوجه شدین؟ بله کی خریدیم؟ آقای بداغی ببینین ما اینو نخریدیم. اینو یه نفر ببخشید. اینا چنده؟ 3 تومن. آقای بداغی ببینین اینو ما نخریدیم، اینو یه نفر خریده، ما نه. بله یه نفر خریده، فرستاده دم خونه ما. ما نخریده. الان من ببخشید چیه؟ اینو ارزشون دیگه 5000 تومان چیه؟ یا آقا گفت 3 تومان دیگه، اون 80000 تومان قیمتشه. آقا من حساب میکنم، من حساب میکنم. مبارکه قربانشون. آقا من حساب میکنم بفهم. آقای نه گفت 3 تومان، اینو 5 تومانی دادم ببخشید. آقا مبارکتون باشه به دل خوش. نه شما رو خدا بده برکت. خدا در ضمن من گل بداغی هستم. حالا آقای گل بداغی لطف میکنید ما رو یه راه نمایی بدیم ببینیم اینو کی آورده؟ من ببینید اینو صبح سفارش دادن، من صبح اینجا نیستم. اگه بخواییم با همکارم صحبت بکنید باید صبح بیاییم. آقای گل بداغی ببینید ما من یعنی اصلا صبح نمیتونم بیام. خب من صبح کار دارم نمیتونم بیام. خب از همکارتون بپرسی. آره خیلی ممنون ببخشید. ببینید الان من اینجا اطلاعاتی که نوشته سبد تخت بزرگ سفارش دهنده فرزانه. آقا ببخشید ما مادرم یه گل زرد دیگه اینا قرمزه. ببخشید خواستم عوضش کنم اگه میشه. آقا مادر رو سلام برسونین، بفهمین که اینجا تعطیل شد تا اطلاع ثانوی شب بر شما خود داد و پنج شما ببخشید. اصلا میدونین چیه؟ ببخشید یه لحظه اجازه بدین. آقای گلبداغی من میخوام ببینم اینو زن فرستاده یا مرجان زن. ببینید معلوم نیست، اینجا نوشته فرزانه. اجازه بدین من یه زنگ بزنم. اجازه بدید من یه زنگ بزنم چون معلوم نیست اسم فامیله. من ببینم شما زنگ بزنید. فرزانه فرزانه خواهرزاده منه که 5 سالش دختر حدیقه اون فرستاده. الو سلام. مگه من 100 دفعه به شما نگفتم اسم و فامیل رو کامل بنویس یا حداقل فامیلی رو بنویس؟ نه دیگه الان اینجا نوشتی سبد تخت 500000 تومان سفارش دهنده فرزانه. الان این فرزانه اسم فامیل چیه؟ مرد زنه؟ نه دیگه الان میگم دیگه تو دفتر اینجا نمیخواد، من خودم لاسرویسش میکنم. چی شد؟ فامیلی هستش، یه آقای 56-7 ساله میگه مرد بوده. خب بگه. ببخشید میشه شماره این آقای فرزانه رو به ما بدین ما یه زنگ بهشون بزنیم؟ نه خانم نمیشه. چرا؟ آخه نمیتونم من مزاحم مشتری بشم. مزاحم نمیخوام بشیم، میخوام ببینیم ایشون چرا گل فرستاده دم خونه ما. بابا آقا این شماره اینو بده ما ببینیم از صبح تا کی خب بوده خلق زندگی ما. من شماره رو نمیتونم بهتون بدم ولی میتونم زنگ بهش بزنم. حالا زنگ بزن زنگ بزنید دست شما هم درد نکنه. برو
کیجون همون بر نداشته. الو چی شد؟ آقا چیه؟ خب چه در تشبرومیه؟ چه قد کردی؟ خانم بودم. یه خانم بودم. کارتون تموم شد؟ نه آقا میخوام به کارم برسم. ببین آقای گل بود آقا. بله خیلی ممنون. آقای گل بود بابا بس ببینیم چون مراسم آقا ما مزاحم آقا ببخشیم ما مزاحم شدیم. خیلی ممنون. خیلی ممنون. سلامت گل بود. آقا شماره نمیدونم. آقا شماره رو گلم نمیدونم. شرافت هم این چند؟ حالا دو تومن من بده؟ برای همین آمده بودم بیا بزر جیبا؟ دو تومن گله چند واقعا؟ سر کارم رو گذاشته بود چند رو گله؟ قرمزه تو دقیقه سب میکنی شماره رو ازش میخواد شماره رو هم بگیر من شماره رو حفظ کردم چی بگیری؟ حفظ کردم شماره رو بیا بچی خب من جعبه رو برمیدم درواز بکنم تا بیم مرسی چه سنگینم هست صدای تلفن شما هست؟ بله بله گوشی رو بردم اینه؟ بله بله بیا ناشناسه باشو جواب بده بله الو سلام علیکم آقای فرزانه؟ من همسرشون هستم ببخشید میتونم با خودشون صحبت کنم؟ ایشون الان نمیتونن صحبت کنن شما؟ من کار خصوصی باهاشون دارم شما بگید کی هستین؟ من میگم باهاتون تماس بگیرم ببخشید میشه خواهش کنم نشونی اونجا رو بدین؟ من امشب بعد ایشونو ببینم کار خیلی واجبی باهاشون دارم یا خودتونو معرفی کنین یا ناچرم قطع کنم ببینید سرکار خانم ایشون امروز صبح یه دونه سبد گل گنده فرستادن در خونه ما منم نبودم خانومم تحویل گرفتم من باید بدونم که ماجرای این سبد گل چیه من برای محبت کنیم بگیم بیان با من صحبت کنن الان الو خانم صدای بنده رو میشنوی اینجوری گوشو دستش گرفته خانم خانم اگر که همین امشب آقای فرزانه با همین شماره موبایلی که روی گوشیشون افتاده تماس گرفتن که گرفتن این شماره موبایل منه نگرفتن من فردا صبح قانونی عمل میکنم وا این دیگه چه جمله ای بود قانونی عمل میکنه بلخه بعد ایشون گفتم ترتیب چه فرض نمیزنه دیگه بابا گوشو گرفته بود دستش اصلا جواب نمیداد داشت راه میرفت فیلم زیاد نگاه میکنی ها ای بابا اجا چیزی میگفتم سبد گل کارش به مراجع قانونی چی هر گل فرستاده دیگه آدم که نکشته پس چرا نمیای تو رضا جانم تو امروز برای کسی گل بردی؟ گل؟ برای کی؟ بردی یا نبردی؟ خب معلومه که نه با چیه دارم برایش گل ببرم؟ تو چشام نگاه کن جون نرگس رو قسم بخور بابا به جون تو به جون نرگس من برای هیچ کی گل نبردم خوب شد؟ نه کی بود زن زن؟ همونی که ادعا میکنی برای زنش گل بردی خب اون وقت تو چی گفتی؟ چی باید میگفتم؟ بابا باید قطع میکردی معلومه مزاحم تلفنیه دیگه بابا طرف زنگ زده تهدید کرده گفته امشب باش تماس میگیری وگرنه فردا با قانون میاد سراغمون اون وقت میگی قطع میکردی بیاد مگه ما صبح تاله با هم نبودیم بعدشم مگه گل فرستادن برای یکی جرمه بله گل فرستادن برای زن یه مرد دیگه اونم یه گل گرون قیمت معلومه که جرمه گرون قیمت کجا بود بابا گله از پس فرستادی اصده درد نکن بله فرستادم اما نه برای یه زن اونم نه یه گره گرون قیمت بابا ارزون و گرونیش اصلا مهم نیست این که برای کی فرستادی برای من مهمه شرمنده نمیتونم بگم اون وقت چرا؟ برای که بهش قول دادم به کی قول دادی؟ اونم نمیتونم بگم بابا بیا بریم تو الان مردم دم همسایه میبینن زشته نمیام تا تکلیفم با خودم و خودت و اون سبد گل گرون قیمت مشخص نشه از جون تکون نمیخوره خب بده اون تلفن رو بده میخوای چیکار کنی خب میخوام بهش زنگ بزنم مگه نگفتی بابا طرف گفته بهش زنگ بزنم همینجوری خودم زنگ میزنی ها چشم شما همینجا واسا منم از بغل شما تکون نمیخورم خوبه بعدم اون گل اینقدر گرون قیمت نبوده میگی یواش یواش داریم اوغور میاد بفهم زود بابا ول کن دیگه
الو سلام، ببخشید شما؟ خودتون فرموده بودیم بهتون زنگ بزنم. بله بله، میشه اسمتونو بگین؟ خب میشه آدرستونو بدین اقلا؟ نه آخه من سبد گل فرستادم، میخواستم ببینم با آدرس درست رفته یا نه. خب نمیشه که، خب من یه سبد گل فرستادم، شما نه اسمتونو میگین نه فامیلتونو میگین. باشه چشم، من فردا خودم شخصا باهاتون تماس میگیرم، حضورا میام خدمتتون. قربان شما، خدا حافظ. شما خوب شد؟ بازم پیچون بیا. حالا بیا بریم بابا، بازم پیچون بیا بریم. بیا بریم. کاش میگفتی بیاد اینجا، بس چی گفتی فردا هستم. میشه همچی میگه میگفتی بیاد اینجا، اینجا مثلا طرف منتظر بود ما بهش بگیم، ندیدی داشت قطع میکرد. بعدم بیشتر از این اصرار میکردم میترسیدم بزنه زیر کاسه کوزانه. میگم نکنه فردا نیاد. با اصوشی نهید میگه اختلاس کرده گل فرستده. بس از روزی که ما آمدیم تو این ساختمون همینجوری داره اتفاقات عجیب غریب میفته. خیلی هم خوب، از وقت اومدیم تو این ساختمون به نظر من همش اتفاقای خوب افتاده. ما اصلا که 60 میلیون داشتیم، الان ما 60 میلیون تو هم پول پیشته. ببخشید که نصف بیشترش قرضه ها. حالا هرچی هستن، اصلا بگو 60 میلیونش قرض، اعتبارشو که داشتیم. بعد من سر کار به این خوبی رفتم میترا، خیلی اتفاق مهمی بود. تو مدیر شدی، الان تجربه پیدا کردی. من نگفتم بعد، گفتم اتفاقات عجیب غریب. خب مجید الان کجای دنیا تو در آپارتمان تو باز میکنی یه نوزاد کوچولو پشت در آپارتمانته؟ خیلی اتفاق خوبی بود، باعث شد ما با هم حرف بزنیم، اصلا زندگی اون از روزمرگی در بود. بابا این بچه ببین، میگن که سعی کن از هر آجوری که به سمتت پرتاب میشه یه دونه پول یا یه دونه برای چی مینوشتایی منو میخونی؟ یه پول یا چی بود نرده بود؟ مسخره نکن دیگه بابا، اصلا اونا فقط مال مغز منه، تو برای چی میری میخونی؟ خیلی حرف قشنگ زدی، عیبی نداره. زنم این اختیار نوشته ها تو دارم، حق نوشته ها تو دارم، سهم نوشته ها. خیلی خوب هست. خبر کن، خیلی جمله خوب. زندگی ما رو نگاه کن، الان اصلا ما با این چی کار کنیم؟ این تو خیلی هم سنگینه، ولی باید ببریمش خونه، بخاطر اینکه اگه فردا صبح بیاد این مدرک جرمه دیگه. مثل تو مگه فردا نمیخوای بری سر کار؟ چه فردا قرار گذاشتی؟ نمیدونم، فعلا این از همه چی مهمتره. تکلیف اینو معلوم کنیم، ببینیم واقعا مثلا قصهش چی بوده. مال فردا سر کار کار میکنم. مسئله مهمتر از اینم هست. چی؟ هیچی یعنی چی؟ دوست یعنی چه خبر؟ نه نه جدی هیچی واقعا. بگو دیگه. حالا اشتباه کردم، چیزی نیست اصلا مطمئن نیستم هنوز، اینجوری یه چیزی حالا بعدم بهت میگم. یعنی خیلی سردم، خیلی سردم. هیچ چیزی اینجوری خوشم نمیاد. باور کن الان نمیتونم بگم سردم. نه 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 کمک نمیخوام. بودو بودو بیا. وایسا حالا. نیم صبح آخه. سلام، ببخشید مزاحم شدم، من همسر فرزانه هستم، همون کسی که برای شما گل و فرستاد. لطفا خواهشان غلط نه، التماس میکنم بدون اطلاع همسرم آدرس محل و زمان قرارتان رو به همین شماره اطلاع دهید. تمام زندگی من در گرو این قرار ملاقات قرار دارد. خب جوابشو بده. میتونم شما هنوز نمیدونم موضوع چیه، جواب چیو بدم؟ الو سلام، من اینجا هستم. بله چشم.
سلام علیکم. سلام. خوب هستین؟ سلام هستم. بله، ارادت. خوب هستین؟ خوش اومدین. بفرمایید. قربون شما. مرسی. چشم. اصرار من بود که بچه دارشیم. سن و سال و این حرفا دیگه. خانم بعد از زایمانش دردای قلبی شروع شد. عجب. تازه فهمیدم که ایشون چند سال با این مشکل طرفه. هزار جور دوا و درمون و جراحی تا بالاخره اسمشو گذاشتن تو لیست انتظار پیوند. یه بارم یکی پیدا شد ولی خانوادش یه جورایی بهونه کردن و آخر سر قلبه رو دادن به یکی دیگه. ای بابا. بعد از اون کار من شد التماس و گریه، نذر و نیاز و دعا، تا اینکه یه دفعه خبر دادن یه دختر خانم 24 ساله که قلبش به خانم من میخوره مرگ مغزی شده. دنیای عجیبی آقا. پیش خودم فکر کردم حتما خانوادش دنبال پول یا چیزی هستن، ولی این بیچارا هیچی از ما نمیخواستن. الان کمتر از یه ساله که از این جریان میگذره. یک سال پیش همسر آقای فرزانه با پیوند قلب از مرگ حتمی نجات پیدا کرده بود. آقای فرزانه تصمیم گرفته بود تا خانواده اهدا کننده رو پیدا کنه. با پیدا کردن روابط و التماس و با استفاده از راه‌های قانونی و فراقانونی بالاخره موفق شده بود آدرس خونه اهدا کننده رو پیدا کنه. طبق اسناد هنوز ممکن بود خانواده اهدا کننده توی این آپارتمان ساکن باشن. سلام. سلام علیکم. بفرمایید. همسر من اینجا هستم. همسر شما؟ سلام. سلام. تو اینجا چیکار می‌کنی؟ شما اینجا چیکار می‌کنی؟ من آدرس رو برای همسر آقای فرزانه فرستاده بودم. چون اعتقاد داشتم که بین زن و شوهر هیچ رازی نباید وجود داشته باشه. اما اعتراف می‌کنم که اشتباه کردم. همسر آقای فرزانه وقتی فهمید قلبش مال یه دختر 24 ساله است که در شرف ازدواج بوده، نزدیک بود سکته کنه. آقای فرزانه قصد نداشت تا همسرش با خانواده اهدا کننده روبرو بشه، چون مسئولین بیمارستان نسبت به عواقب هر گونه ملاقاتی هشدار داده بودن. تنها شانسی که آوردیم این بود که خانواده اهدا کننده از اینجا و حتی از ایران رفته بودن. بفرمایید. نه خواهش می‌کنم. بفرمایید. قربون شما. خیلی ببخشید که باعث دردسر برات شدم. اختیار دارین تا باشه از این دردسر. قربون شما. ان شاء الله تشریف میارین منزل در خدمتتون باشم. خدمت از ما. قربون شما برم. حتما میتونم. مرسی. خیلی ممنون. زنده باشید. قربون شما. مرسی. خدا نگهدار. واقعا نمی‌دونستم شما حالتون بد شده که اصلا بهتون نمیگفت. خیلی نگران نکنید. من همیشه همینجوری. اشکم بچکم. بازم ببخشید. الان خوبی؟ خیلی بهتر. اومدم. ایشالا به زودی یه قرار بذاریم همدیگه رو بیشتر ببینیم. بله حتما. با کمال میل. راستی مبارک باشه. چند هفتش؟ مگه معلومه از کجا معلوم نیست ولی من میفهمم. به شوهرت گفتیم؟ نه راستش خودم هم هنوز مطمئن نیستم. من مطمئنم. میدون چیه؟ من مومایی خوندم. به نظرم یه چیزی بین 7 تا 8 هفتشه. به شوهرت بگو. خودت گفتی هیچ رازی میزن شوهر نباید بمونه. بله ولی یه ذره فرق میکنه. چه کردم خودش بفهمه هیجان انگیزتره. خیلی امیدوارم باشه. آقا رضا تو 6 ماهه چی نفهمید؟ واقعا؟ هر کاری داشتی حتما به هم زنگ بزن. کیشه یه دکتر خوبم بیارم. اگه خواستی آدرس چند دکتر خوب برد بزن. خیلی خوشحال. همچنین. بازم خدا نگه. شما. خداحافظ. پای تو زد. زنده باشی. سلامت. خدا نگه. لطف کردی. سلام. خدا حافظ. قربان. چیه؟ دیگه من اینقدر غریبه شدم تو خانم. من گفتم بهت نگم خودت میفهمی. اگه بلایی سرش میومد چی؟ چه بلایی سرش بیاد؟ میشون ندیدی داشت سکته میکرد؟
دکتر. بیچاره فرزانه. خانم فرزانه رو بیا تو بیا. منم مثل خیلی ها اعتقاد دارم که بین زن و شوهر هیچ رازی نباید وجود داشته باشه. اما این یکی فرق میکنه. احساس میکنم این یکی از اون رازاییه که باید خود مجید کشفش کنه. و هرچی این زمان کوتاه‌تر باشه به معنی توجه بیشترش به منه. پس باید بازم منتظر بمونم. من منتظرم مجید. رازمو کشف کن. هرچی زودتر. چیه نصرت خانم چی شده؟ من امروز باید تکلیفمو تو این خونه روشن بکنم. خب بابا مثلا هیچ خبر ندارم به من توضیح بدی. خب نباید هم خبر داشته باشین. همتون چپیدین تو خونه هاتون، نمیفهمین تو این ساختمون چی داره به ماها میگذره. اصلا چه ماشین منو میشونی ها؟ مگه از قصد شیکوندم؟ پلیس پلیس پلیس. الو سلام عرض کردم قربان. این مأموریتت چی شد؟ بابا سالار سالاری هستم دیگه، زنگ زدم. بله عرض کردم داداش کنم. کودک آزاری، تشویش اذهان عمومی، هرج و مرج، آقا تخریب انبار. این کارو بله قربان. آخه داداش کنم کدوم آدم احمقی با شماره ثابت زنگ میزنه 110؟ بیا. آقا به من چه همه این اتفاقات یه جا افتاده؟ نگرش دارم، همونجا نگرش دارم. ببینم آقا چه من چه این کودکه؟ آره آره این کودکه، این کجاست کودکه؟ ها اون کودکه بشه دیگه نه بخش کنم بخش کنم شما تشک بیارید ببرید چه میکنه شما پرم برای این ساکت برای این ساکت بله خب به یه شرط فقط طرفین شکایت تشریف بیارن. مشکل بقیه بفرمایید تو خطه. بفرمایید. بچه‌ها شکایت نشون بدید. شما شکایت نشون بدید. ببین ببین یه سجادی بسازید. فقط اونایی که مرتبطن بیان داخل. حالا صدا سن بچه‌ها رو شکستم من مرتبطم دیگه. شما بیان. شما خانم مدیر تشریف بیارید. بفرمایید. شما زن سر بچه‌ها تو شما. نه من شاکه منم مرتبطم یه جورایی. واسه میدم در باشه هیچ کس وارد نمیشه. بفرم. اول از همه تکلیف من یکی رو روشن کنیم. برای چی ایشون زده دماغ اینو اینجوری کرده؟
ببخشید مثل که من شاکی هم قهر گلم اگه دماغم شکست باشه باید خسارت بده من از خونه بچه‌م نمیگذرم بچه جون پاک نکنه آثار جرمو ساکت اگه کسی میخواد بدون اجازه من حرف بزنه لطف کنه خودش تشریف ببره بیرون شما تماس گرفتین دیگه خب بفهمه آقا چرا اینجوری حرف میزنی؟ حرفتو بزن. حرف بزنم. بله الان نوبت شماست. چش. بفرمایید. عرض کنم حضور انور پرنورتون که پسر ایشون زده سر دختر ایشون شکونده. خب شکونده که شکونده. به شما چه ارتباط داره؟ شما پدرشین؟ نخیر اما بنده چیز هستم. خب پس چی شما تماس گرفتین؟ من گفتم زنگ بزنم. شما مادرشین؟ بله. خب پس همسرتون کجاست؟ باها چه ربطی داره الان موضوع چیز دیگه است حالا جناب سرا ما به این بچه پدر ندیدیم چون نصرت خانم یه چیزی میگم ها منم احترامتون رو نگه میدارم حالا هر چی مگه من نگفتم بدون اجازه صحبت نکنیم آ ببین چی میگه بله فرمودین همین الان فرمودین شما اصلا برای چی زدی سر بچه مردم شکوندی من نزدم نه این نزده که اون فرار کرده یعنی این میگفت که اون که فرار کرده زده پس چرا دماغ این خونیه؟ خب ایشون زدن دیگه. من نمیفهمم. اون زدتش پس چرا شما دماغ اینو خونی کردی؟ نمیذارین آدم حرف بزنه که بگم الان. بفرمایید. مختصر و مفید بفرمایید من بنویسم. رو چشم. ببینید جناب سربان گلم من اومده بودم که مغازه این ساختمون رو در واقع اجاره و مفید. بله من صبح که اومدم دیدم این داره فرار میکنه اون یکی هم داره دنبالش میدوه این حدیث جون هم داشت اونجا گریه میکرد حالا دوست این بچه اون که فرار کرده نه دیگه دوست حدیث جون که در بود میبینین جناب سروان چجوری حرف میزنه بچه های من میشه این و اون ولی این نیم وجبی میشه حدیث جون نه ببینید مادر گلم من نگفتم من که من مادر گل شما نیستم نه ببینید توجه بفرمایید خواهر گلم خواهر گلت هم نیستم حالا هر چی ببینید مسئله تربیتیه تربیت کودک روانشناسی کودکه به بچه باید از الان احترام بذاری که احترام بذاری اینجوری نشه آخه چقدرم که شما احترام گذاشتین فایده نداره من میرم کلانتری تشریف بیارین اونجا نه نه ببین جناب سروان داداشو کنم ما باید گزارش داشته باشیم برای دادسرا دیگه خب شما اگه گزارش میخواین چرا نمیذاری من گزارشمو بنویسم یه ساعت من اومدم اینجا به همتون دارم میگم ساکت اگه مأمور خبر کردین خب بذارین من کارمو بکنم ساری اگرم نه که به همین بلاشو ادامه بدین دیگه ساری بفهمید ببخشید من میتونم یه چیزی بگم تمام بودین نه خب اگه نبودین تو چه موضوعی میخواین دخالت کنین نه من قصد دخالت ندارم فقط برای اینکه کمک شما کرده باشم و شما راحت‌تر کارتون رو انجام بدین خواستم یه چیزی بگم بفهمید اگر موافق باشین من میگم نوبتی دونه دونه همه ماجرا رو تعریف کنن یعنی مثلا اول نصرت خانم یه بار تعریف کنم بعد خانم بیگی بعد آقای سالار من با حرف خانم مدیر موافقم منم موافقم ایشون مدیر ساختمون هست من خودم باید براشون گرفتم من که از اولام دارم همینو میگم که خب پس بفهمید بنویسید دیگه بفهم بشین بنویس بفهم خواهش میکنم بفهم چیزی نگفتون اصلا خانم جان خانم بیگی قربونت برم بله بفرمایید فقط هیچ کس بدون اجازه من حرف نمیزنه نه سالار وقتی دیده بود سر حدیث شکسته و سجاد داره فرار میکنه و سهیلم به دنبالش خونش به جوش اومده تینا بهش گفته بود که اونا زدنش اونم به تصور اینکه سجاد حدیث رو زده و فرار کرده و سهیل داره دنبالش میدوه با ماشین افتاده بود دنبال سجاد دیدین حالا؟ دیدین سرکار؟ هنوز نوبت شما نشده که بابا خودش داره اعتراف میکنه که اشتباهی این بچه رو زده اون بچه رو یکی دیگه هولش داده با همون دیگه کی هول داده؟ اون یکی بچه شما هول داده دیگه یکی هول داده؟ اصلا جناب سرکار این دوتا بچه آسایش واسه این ساختمون نذاشتن همش دارن دعوا میکنن بله دعوا کنن به شما چه ارتباط داره خیلی خوب فهمیدم شما دیگه حرفی ندارین؟ نه دیگه غیر از همین شیشه ماشین که زدن ترکوندن جناب سرکار آخه یکی نیست به این بگه آخه خرس گنده تو چیکار داشتی بین دوتا بچه رو بیافتی این حرکتو انجام بدی خب اینم بچه هست دیگه اینم دیده برادرانو داده میزه اینم رفته دفاع کنه از خودش مگه شما با برادرتون دعوا نکردین دعوا همیشه دعواست نیست بابا بالا سرشون نیست بابا بالا سرشون نیست که نیست پس من اینجا چیکارم جناب سرما بابای اینا مهندس تو عسلویه صبح تا شب داره اونجا جون میکنه کار میکنه شما شکایتی نداری من نه دیگه همون کودک آزاریام که مرحوم فرمودین نه خیر نوشتم هول دادن کودک این شکل جناب سروان گلم این همون کودک آزاری میشه دیگه عزیز من کودک آزاری چیز دیگه ایه این میشه ضرب و شتم به بچه مردم پس تخریب اموال عمومی رو دیگه مرغوم بفرمایید دیگه نوشتم شیشه ماشین شما رو هم شکستن قرار نیست که هر چی شما میگی من بنویسم اینجوری باشه این خانم الان میتونه از شما شکایت کنه به جرم آدم ربایی برشی مگه شما بچه ایشونو کنار ماشینتون نگه نداشتین بله خب نگه داشتم که داداش گلش به هوای این برگرده دیگه بدتر میشه گروگانگیری دیگه حالا دیگه
خدا میدونه الان چه بلای سر اون بچه من اومده. برای چی جواب میدین؟ جواب بگیرین. اصلش جناب سروان گلم، من به هر جرمی که مرتکب شدم اعتراف میکنم، به شرط اینکه این خانم هم به هر جرمی که بچه‌اش مرتکب شدن اعتراف کنه. خوبه؟ بچه‌های من به هیچ جرمی مرتکب نشدن. جناب سروان، این حدیث جون این تمام مدت تو خیابون بله. جلو بچه‌شو بگیره. من نه تو کوچه بازی. بیا. نه، حدیث. بچه من تو کوچه بله. این دیوار کوتاه‌تر از دیوار بچه من پیدا نکردی؟ بله دیگه. خیلی من گزارشمو نوشتم. فکر می‌کنم هر دو طرف از هم دیگه شکایت دارین. به نظر من همتون باید بیان کلانتری. میرین؟ البته من پیشنهادی دارم. به نظر من اگه میتونید همینجا به صلح و صفا برسید دیگه کارتون ممکن نکشه. بازم میل خودتون. خب راست میگن دیگه جناب سروان. بابا قرار بود اینجا صحبت کنی، این قضیه رو حل کنی، نه اینکه دعوا رو ادامه بدین. من یکی از حق بچه‌م نمیگذارم. انتها خانم نگاه کن چیکار کرد آخه؟ اگه خودت بودی چیکار می‌کردی ها؟ نصرت خانم خدا رو شکر که فعلا اینجا سعی و سالم وایساده، بینیش هم نشکسته، یه زخم خوب میشه. دیگه میخوای چه خاکی تو سرش ریخته باشه؟ این هیچیش نشده. ببین چی کارش کرده. حالا خدا میدونه سر اون یکی چه خاکی تو سرش شده. آها اون یکی که باس بیاد جناب سلام، باس بیاد کلانتری دیگه اون. ای بابا بس کنید آقا سالار، اصلا همه اینا تقصیر شماستا. شما آدم بزرگ، برای چی باید اصلا برید با دو تا بچه کوچیک دعوا کنین؟ راست میگه خانم مدیر دیگه، شما که ادعا میکنی مدافع حقوق کودکانی، شما دیگه چرا؟ بله شما راست میگین، حق با خانم مدیره. اصلا من دست ایشون هم شاکیم. ایشون 50% پول مغازه رو گرفتن ولی همین کلیدا رو تحویل ما ندادن. ببخشید من کلیدا رو تحویل شما ندادم، چون طبق قرارداد زمانی باید کلید به شما میدادم که شما کامل تسویه کرده باشین. شما که کامل پول رو ندادین مگه نه؟ نه ولی جناب صاحب منم از ایشون شکایت دارم. نصرت خانم؟ نصرت خانم نداره انتها خانم. مگه مغازه رو من سهم نداشتم؟ چرا شما بدون اجازه من برداشتی اجارش دادی؟ بدونی که با من از مشورت کنی؟ درست نیستش که عزیز من. نصرت خانم من به شما مشورت نکردم. نه عزیز من چه مشورتی با من کردی؟ من که دروغ ندارم بگم که مشورت نکردم. نه اونجوری فقط کج نکن، اونجوری نگاه نکن، خوش شد به من. این همیشه همینجوری. بله حق با شما. اصلا عصبانی نکنه خودتون، بچه عصبانی میکنه. خب نمیذاره قربونت برم، نمیذاره. خب خدا رو شکر که دیگه حالا امروز به همه چی به خوبی و خوشی تموم شد. دیگه چه خبر؟ جنس بس جدید چی آوردی بگی جان؟ آوردم اون لباس سرمه‌ایه بود که دوست داشتی. نه نه اونو اصلا صحبتشو نکن. منصور گفت اصلا نمیخوام، اون اصلا دوست نداره. خب سرمه‌ای دوست نداره. خیلی خب اون نه، اون یکیه بود که اینجاهاش منجول با سر مچش پایین دامنه. اصلا نفهمیدم چی شد که به جای سالار و بچه‌های نصرت خانم یهویی من شدم متهم ردیف اول. فقط شانس آوردم که ماموره فهمید اونا دارن بهونه میارن. چی شد؟ میرو پشت اجاره نامه مغازه رو بیا. مخواهی چی کار؟ من به شما نگفتم این جماعت خوش استقبال و بد بد رقن؟ بابا حالا اونو یه حرفی زدم. میتو کجاست؟ چی؟ اجاره نامه دیگه؟ دست من نیست. دست کیه؟ دفتر پایینه. خیلی خب کلید میلدار رو برو بریم پایین. میخوای چیکار کنی؟ میترا از اولش هم حق با اون نصرت خانم اون سالار بود. تو نباید مغازه رو اجاره میدادی. تو برای چه همچین حرفی میزنی مجید؟ مگه اونجا رو اجاره نمیدادن پول تعمیر آسانسور و آب و برق؟ میترا اینا یه سال با آسانسور خراب و آب قطره چکونی و نمیدونم کلی قرض میلیونی عقب افتاده زندگی کردن، حالا دو ماه هم روش. بیا بریم پایین. حالا بذار فردا. میترا سالار مغازه‌شو میبنده میره خونه. بیا بریم پایین. کلیدای پایین کدوم ایناست؟ تا نگی میخوای چیکار بهت نمیگه. عزیز من کاراتو بکن، تا این سالار مغازه‌شو نبسته نرفته خونش بریم پایین، من کار دارم. به کی میخوای زنگ بزنی؟ سلام آقای عباسی. آقا مخلصم ببخشید من این وقت شب مزاحم شدم، زمان استراحتتون هم است، شرمنده. والا چجوری بگم آقای عباسی، من برای یکی دو هفته 10 میلیون قرض میخوام. چی؟ نه آخه مثلا اینکه فردا صبح اصلا میخوامش. یک دنیا ممنونم. نه چیزی نشده. نه 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 حالا میگم بهتون. چشم، پس من با اجازهتون شماره شبا یا شماره کارتم رو براتون میفرستم، شما زحمتشو بکشید. خیلی ممنون. آقای عباسی راستی ببخشید من فقط ممکنه فردا نتونم میام شرکت. نه 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 عرض کردم چیز نیست، حالا میام توضیح میدم خدمتتون. آقا خیلی محبت کردی، قربون شما، خدا نگه. میخوای چی کار کنی؟ میخوام یه درسی بهشون بدم که یادشون بمونه جای قدردانی تهدید دیگه نرسی.
مجید جان بیا تو عصبانیت. میتو تو به من اطمینان نداری؟ برو بشین پشت میزت دیگه. دفتر تلفن تو بردار، به همه همسایه ها زنگ بزن بگو همین الان میام پایین. اجاره نامه رو بزنم به دستت. الان کجا داری میری؟ آسانسور خاموش، آب قد بنر مغازه کنده. مجید شما لطف کن اگر پولو میخوای با یه کپی از اجاره نامه همین الان تشویق ساختمون، دفتر ساختمون. بله. من دوبار تکرار نکنم دیگه. شما بیا من توضیح میدم. شما بیا من توضیح. من آقا توضیح. آقا چرا دیگه قد میکنه؟ بفهم من توضیح هستم. من اوضوع. بفهم. ای بابا چرا قطعه؟ آسانسور چرا خرابه دوباره؟ من توضیح میدم. بیا از تشویق. همایه برگردی شانو کلو کنیم من شرمنده شو شرمنده توضیح میدم بفرمو من شرمنده شو من توضیح میدم برو بالای یه لحظه توضیح میدم من توضیح میدم یه لحظه تشویق شرمنده شدنم شد ها برو مجید حالا این آسانسور سر منو بیاد بخوری آب چیل قطعه آخی همین توضیح بزن شما بفرمایید بابا موازم دیگه از باسی همه پنده ایشونه دور از این آقای صفحه بفرمایید آب قطعه آسانسور قطعه من الان توضیح میدم ای بابا انگو انگوی داره که نگرفت آقای صفحه آقای صفحه آقای صفحه آقای من خیلی ازتون عذر میخوام که این ساعت شب کشوندمتون دفتر ولی یه حرفایی هست که باید زده بشه. یه چیزی هم که خودتون میدونین ازش فاکتور میگیرم. ما الان چند ماه اومدیم اینجا همسایه شما شدیم. نه اومده بودیم مسئولیت بگیریم، نه نمیدونم پست بگیریم، نه هر چیزی شبیه این. به اصرار آقای سفری خانم من مدیریت این ساختمون رو قبول کرد. راست میگه بابا. زن من تو زندگی من با دار و نداره من ساخته. با خنده من خندیده، با گریه من گریه کرده. منو از کار برکنار کردن، گفت خدا رو شکر عیب نداره، میری کار بهتر پیدا میکنی. ما را از خونمون انداختن بیرون، گفت عیب نداره، میریم یه جای بهتر. ماشین منو از زیر پام در آوردن، گفت عیب نداره، یه بهترشو میخریم. من دست زنمو میبوسم. بعد امروز اومدم خونه، من چند بار گفتم این جماعت خوش استقبال و بدبدرخن. خیلی چند بار گفتم به قبلی ها تهمت زدن، به تو هم تهمت میزنن. خیلی چند بار به شما گفتم مسئولیت اینجا رو قبول نکن. زیاد. برای اولین بار زن من تو روی من وایساد، گفت من این کار رو قبول میکنم، این مسئولیت رو قبول میکنم، مدیریت اینجا رو قبول میکنم. مغازه پایین این آپارتمانو که جز گرد و خاک و آب و هوا و نور هیچی توش نرفته بود 20 میلیون رهن داد. رهن داد برای چی رهن داد؟ برای اینکه معلوم باشه پولش از کجا میاد کجا میره. که پس فردا نگن آقا اجاره این چی شد؟ آقا اینو فروختی چند فروختی چی شد پولش کو؟ با این 20 میلیون 7 میلیون تومان پول آب این ساختمون، بدهی آب این ساختمون 7 میلیون تومان بوده. آسانسورایی که یک سال بیشتر خراب شده بود به خاطر نبودن آسانسور زن و بچه‌تون رو میفرستادین خونه، نمیدونم دخترتون و خواهرتون و قموخیشتون، آسانسورای اینجا رو درست کرد، برق اینجا مشکل داشت درست کرد. راست میگه بعد امروز باید زنگ بزنی نمیدونم پلیس و شکایت و شکایت کشی. من که حرفی نزدم آقا مجید، ولی انتظار داشتم که خانم مدیر تو این دعوا طرف ما رو یه مقدار میگرفتن. همین خانم طرف ما رو بگیرن، طرف شما رو بگیرن. مال زمانی بود که شما هنوز زنگ نزده بودین به پلیس. راست میگه قبلش میومدین میگفتین میدیدین زن من چیکار میکنه. ما زنگ نزدیم پلیس که. شما دخالت نکن، بچه داره راست میگه، این حرکت زشت اصلا از طرف ما نبوده. حرف من یه چیزه، من نه پلیسم نه قاضیم که بخوام خدای نکرده کسی رو قضاوت کنم. من دارم میگم تو دعوایی که نرفتی به هیئت مدیره داشته، نرفتی به خانم من به عنوان مدیر داشته، چرا توپ انداختین تو زمین خانم من؟ راست میگه بابا. آقا خداییش اگر طرف دعوای شما کسی جز سالار بود، اگر خانم من مغازه رو به کسی جز سالار رهن داده بود، بازم ازش شکایت میکردیم؟ به قول نیکی خانم راست میگه، حق با شماست. بله بله نه نه من دمه دارم
بده. باشه گلم، اجاره نونتر با چی باره میکنی؟ شما مگه نگفتی خانم من چون مستاجره نمیتونه اینجا رو بفروشه، نه اجاره بده، نه رهن بده؟ پس قرارداد اصلا به طور کلی فسخ بود. الان هم نه خانی اومده نه خانی رفته. چی نه اومده نه رفته؟ پول ما چی میشه پس این بسن؟ شما لطفا شماره شباتو بده، فردا صبح پول تو حسابته. بریم بریم ایچون. تکلیف آسانسور آب چی میشه؟ هر وقت یکی از مالکین محترم اومد اینجا رو رهن داد یا اجاره داد یا فروخت، میاد مطالبات همه رو میده، 10 میلیون تومن بندرم میاره میده، تشریف میارن دم آپارتمان، من کلید اتاق آسانسور رو تقدیمشون میکنم، ایشالله آبم بس میشه. شب شما زمنان. آقا سالا لطفا این آپارتمان ما رو بذار تو فایل اجاره. بچه داشت، متأهل بود، مجرد بود، پیر بود، جوان بود، هر چی بودم لطفا اجاره بده. شب شما بخیر. همیشه تماشا کنم، راکده بابا راکده. ما تنها تو جلسه بود و میرم آده. اصلا من کدوش کسی حرف بزنم. تا حالا هیچ وقت همچین حسی نداشتم. از یه طرف ناراحتم که به خاطر یه حادثه بی اهمیت همه زحماتم یه بار هدر رفته، و از طرفی افتخار میکنم به مجید. هیچ وقت انتظار نداشتم یه تهدید اینقدر رو ناآشفته کنه. هیچ وقت فکرشو نمی کردم اینجوری ازم حمایت کنه. شما اونم نصف خورد. خب ندارم روز شب سواری بخوام. یعنی دیگه نمیخوری؟ مجید شونه شونه سلامت میگم. میتونه نگران نباشین، به صبح نرسیده با یه کاسه چه کنم اینجا. حالا ببین بکنم پیش بینیم غلط از آب در ما به صبح نکشید. ببخشید همسایه میخوام بدونن تکلیف این آب و آسانسور چی میشه. ببینید از همون خانم آقایی که شکایت کردن از همسر من بپرسید. ببینید کار ایشون درست نبود، ولی آقا مجید کار شما هم درست نیست. آب و آسانسور رو قطع کردی. ببخشید ما که پول شارژمون رو دادیم. آخه گناه ما چیه این وسط؟ چه تقصیری داریم؟ شما من شکایت کنید، من تا این لحظه از من شکایت کنید چون آبو من قطع کردم. سریع که درد نمیکنه خود دستمال نمیبنده. اون خانم آقا میگفتیم برای چی اسم خانم منو تو شکایت آوردن؟ آقا مهندس شما کوتاه بیا بابا جون، اینا یه غلطی کردن، حالا شما یه کش نده دیگه، تمومش کن بابا. ما بزرگواری کنید، ببخشید اصلا طوری نمیشه. هیچ کس هم تا حالا این همسایه ها نازوکتر از گل به این خانم مدیر نگفتن. نباید هم میگفتن. یه چیزی شما امشب یه لطفی بکنی آقا آسانسور رو بس کنید تا فردا جلسه میذاریم تقدیر مشخص میشه. یا با شکایت یا بی شکایت دیگه. آقا شکایت نمیرسه، فردا همه چی حله. دخترم چند ساله تو هیئت مدیره است، مهندس خدا وکیل از هیچ کدوم راضی نبوده، اما این دفعه به من میگه بابا جون. میگم چیه بابا؟ میگه نمیدونی چه مدیریته، نمیدونی چه مدیریتیه، همش تعریف میکنه از خانم شما، میگه خیلی عالیه، خیلی عالیه، بهتری مدیریت که داشتی. آقا مجید من اصلا خودم از رو عصبانیت یه چیزی گفتم، عصبانی بودیم دیگه. آقا این اجاره نومچه رو شما همتون دیدین دیگه، خانومتون اصلا امضا نکردن که بابا همه چیزی یه ماری زده باش تموم شده رفته به کارش دیگه. هر اتفاقی که افتاد همون بهتر که همین الان افتاده که اول کاره. آقا مجید اگه لطف کنی آبو باز کنی، البته همسایه‌ها قصد داشتن زنگ بزنن صدا ده، ولی من نذاشتم. همه موافق نبودن، فقط دو سه نفر موافق بودن. ما مخالفت کردیم. ببین آقا مهندس گوش کن، دعوا مثل کلاف نخ میمونه، هرچی اینو بکشی سفتر میشه. آقا جون به قولی خودت دارم میگم بسرم، گره ای که با دست وا میشه با دندون چرا میخوا باکنی؟ تمومش کن بابا، بکن به ما دیگه، امشب این آبو باز بکن، فردا جلسه میذاریم تکلیف این قضیه معلوم بشه. خسته شدیم ای وضعیت. آقا من از شما عذرخواهی میکنم، من از طرف ایشون عذرخواهی میکنم، از طرف نصرت خانم عذرخواهی میکنم، من از خانم عذرخواهی میکنم. شما چرا؟ شما چرا؟ آقا من از عذرخواهی شما اولا از این دشکه من خودم اومدم اینجا عذرخواهی کنم، از طرف همه، از طرف خودم، بلکه ساکن این ساختمون نیستم دلم بخواد به حال آب و برق و نمیدونم آسانسور اینا بسوزه. دوباره من از این دشکه اشتباهی دیگه، یه اشتباهی صورت گرفته، آدم میاد برام معذرت خواهی، منم از شما عذر میخوام، از شما عذر میخوام، از همه عذر میخوام. آقا ندارم داداش، گفتم تموم شد دیگه، ندارم. بله آقا از قدیم هم گفتن بخششم. بابا یه سفر اختیار دارین شما بزرگتر ما. واقعیتش اینه که من الان پایین بودم آبو وصل کردم،
اتاق آسانسورا که یه سال خراب بوده، حالا این چند روزم روش تحمل کنیم تا بالاخره این هیئت مدیره جدید تشکیل شه. هم تکلیف هیئت مدیره قبلی رو معلوم کنه، تکلیف اصلا خود ما رو معلوم کنه. بالاخره مدیر جدید، هیئت مدیره جدید میاد، یه فکر میکنه ان شاءالله همه چی سرسامون بگیره. راستش اصلا حسم بد نیست، با اینکه دلم شکست. بد نیست چیه؟ تو پوست خودم نمیگنجم. دلم نشکست اما ترک برداشت. قبل از اون که بشکنه و بریزه پایین، مجید با حمایتش دوباره دلمو قرص کرد. امشب فهمیدم تنها کسی که تو شرایط بحرانی و سخت میتونم با خیال راحت بهش تکیه کنم، همین مردیه که حالا داره بهم لبخند میزنه. من گشنمه، میخوام بشینم بقیه شامم رو بخورم. صبح روز بعد از دعوا و استعفای من، جلسه اضطراری ساکنین ساختمون بدون حضور من و مجید برگزار شده بود. مجید هم سر کار نرفته بود تا به قول خودش تکلیفش رو با همسایه ها روشن کنه. ماما فایده نداره، این جلسه ها به نتیجه نمیرسه. علی بی بی ماما فایس نبایی که به داد ما برسه. یعنی آقا سفر شما که درست کار شما خود من اینجوری عصبم خود. آقا سفر نمیرم خونه، هم باشی بیا نمیشه. آقا سفر خیلی عصبم. شما بذار تا بیام. به چی نگاه میکنی؟ به چیزی نگاه نمیکنم، من فکر میکنم. به چی فکر میکنی؟ به تو، به خودم، به زندگیمون. برات بد نشه امروز نرفتی سر کار. آدم میره سر کار که خانواده‌اش آسایش داشته باشن دیگه. آسایش و آرامش نباشه، حالا تو مثلا میلیارد میلیارد هم حقوق بگی چه فایده ده؟ میخوام 100 سال سیاه پول در نیاری. بیا ببین شوهرهای زنها چجوری پشت سرشون وایسادن. اینم شد مجید. اون نصرت خانوم نیست؟ چرا فکر کنم؟ چرا فکر کنم؟ چیکار میکنه؟ این خود بچه‌شه. مفهومی میگم برات دارم بیارم اینجا. آقا جان تو که جزیره برمودا نیستی که راحت و آسوده پا میشی سر تو میندازی پایین میای سر خونه زندگیت. وگرنه من میدونم با تو چیکار کنم. مرسوم صدای منو دیگه بیشتر از این بالا نیار. آره آره تو درست میگی. بله تو درست میگی. ولی حالا بهت گفته باشم همینی که گفتم. ببخشید. سلام. سلام علیکم. بفرمایید. اومدین. خیلی ممنون. بفرمایید خوشبخت. دست شما درد نکنه. بابت چی؟ این عرض کنم حضور انور پردورتون که بابت عذرخواهی از شما و خانواده محترم، یعنی بچه‌هاتون، اونی که زدم تو گوشه شما اون یکی. خیلی ممنون آقا، من قند دارم برام خوب نیست. اشکال نداره، بردارین میل نکنید. من قند دارم آقا برام خوب نیست دیگه. ای بابا اون از حرکت اون روزتون نه مهم مال الانتون. حالا بابا حالا یه دون شیرینی دیگه بردار بده جلوی سگه. خب چی میشه مگه؟ انسان جایز الخطا است. بفرمایید خواهش می‌کنم. دوستای گلم بنده دم در از نصرت خانم خیلی عذرخواهی کردم، اینجا بیشتر عذرخواهی می‌کنم. بفرمایید خواهش می‌کنم. آقا سالار بیرون عرض کردم خدمتتون، گفتم شیرینی برای من خوب نیست، قند دارم. بله فرمودید، مسکه برای شما ولی بد نیست ها، قندم نداریم ماشاءالله تو این سن و سال. بفرمایید بفرمایید خواهش می‌کنم. خیلی ممنون، ولی کاش شیرینیو تعارف نکرده بودین، رفته بودیم دم خونه خانم مدیر، از ایشون هم معذرت خواهی می‌کردیم. نه خیالتون راحت باشه، یه جعبه دیگه تو ماشین گذاشتم به خاطر حضور دوستان و اینا، یه جعبه دیگه هست. خب پس باشیم همه با هم بریم دم خونه‌شون. شوهرش هم امروز سر کار نرفته. آخه راستشو بخواین شنیدم داشتن به هم میگفتن دیگه باید کم کم اینجا پاشیم بریم دنبال خونه جدید. نه خواهر گلم خیالتون راحت بشه، من خودم بونگا دارم، دستم تو کار راکت، مشتری اصلا پیدا نمیشه. آقا بریم دم در با هم دیگه اون شیرینی رو بیاریم. بفهم خواهش کنم. بفهم این خدمت شما هر موقع دوست داشتین میل بفهم. بفهم بفهم آقا آقا داری دیگه به خدا قندت میره بالا. بریم اقلا تو رو اینا رو حذف کنیم. بفهم چی شد؟ چی میخواستی بشه؟ پول ریخ به حساب دیگه؟ چی پول ریخ به حساب؟ کدوم پول ریخ به حساب؟ بابا جون کدوم پول؟ چه حسابی؟ چی داری میگی؟ آقا 10 میلیون ودیعه اجاره مغازه رو داداش گل اون زحمت کشیده برگردونده تو حساب بنده. خب شما همین رو نمیخواستی؟ علیه، آره دیگه، نه دیگه چاره چیکار کنیم دیگه؟ بیا بنر هم کندن دیگه. آقا این خانم مدیر و آقا مجید آدم های فهمیده ای هم. توش باشون حرف زد.
ببین آقا سفری، تمام این شیرینی خریدن و نمیدونم سخنرانی اینا بس همش به خاطر مغازه بوده. آره اینو چیکارش کنم؟ برو تو کاپشنه بعد بر بالا همسایه دارم میرم زشت دست خالی برم. ببینم آقا سالار نمیخوای خود بیا؟ من دیگه کجا بیام دیگه؟ وقتی داداش گلمون اینجوری قضاوت میکنه راجع به آدم، من کجا بلنشم بیام؟ من چیکار هستم که بیام؟ حالا این بچه هست جوونه یه چیزی گفت. حالا من قصدم جسارت نبود، حالا اگر بد گفتم ببخشید. آقا سالار بخشش همیشه بزرگتره از خودت میگی. حالا میبنده خدا فهمیده اشتباه کرد و عذرخواهی کرده. شما کوتا بیا لا بیفرید. قبول دارم اینو انسان بفرم خطا هست. خب بریم بریم باشه دیگه. بریم چشم دیگه بفرمید. بریم بفرم خواهش میکنم. بریم آقا برای با حالا هم یه ذره بذاریم. بیانو خود چیم در خدمت شما. بفرم 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 داشو کنم اینو بگیم. بفرم داشته باشته برم چاییشم برات بیارم. فکر نمیکردم شیرینیشون رو قبول کنی. چرا قبول نکنم؟ وقتی قشنگ اومدن عذرخواهی کردن جعب شیرینی رو بردن، دور از انسانیت آدم قبول نکنم. چرا چون میگه ببخش تا ببخشه. چایی واقعا یا قهوه؟ قهوه. قهوه میاریم. نه مجید چایی. چایی میاریم. اینجا حرفتو بزن. ناراحت نمیشی؟ چه حرفی؟ من ممکنه یه روز هستم که تو حرفتو تو دلت نگه داشتی و من نزدی ازت ناراحت شم، ولی برای اظهار نظر که ناراحت نمیشم. بعدم یا تو منو قانع میکنی یا من تو رو مجبور میکنم دیگه. میگم حالا که تا اینجا پیش رفتیم، من واقعا دلم نمیاد یا همه چی رو بل کنم. منم دلم نمیاد. ولی آخه حرفای دیروزت هم درست بود. ببین من یه پیشنهاد دارم. چی؟ مگه نمیگی همسایه‌ها گفتن انتخابات برگزار کن؟ پیشنهاد ما بود، یعنی تو؟ نه فرق نمیکن، نامزد شو. واقعا؟ نه واقعا، ولی بیشم. چی؟ حتی اگر یه دونه رأی مخالف داشتی قبول نکن. حتی یه دونه؟ حتی یه. یه دونه که مطمئنن دارم، چون به هر حال خیلی از ساکنین اینجا هنوز منو نمیشناسن ندیدن. بالاخره اونایی که دیدن و میشناسن وظیفه‌شونه که اگه خیلی خوششون اومد و راضیان برات تبلیغ بکنن. بعدم ببین اون یه نفری که مخالف توئه دو حالت داره دیگه، یا اصلا تو رو قبول نداره یا خودش دلش میخواد مدیر بشه، که در هر دو صورت شما مدیریت رو میذاری تو سینی در طبق اخلاص تقدیمش میکنی. اگر پیش رفت و موفق بود ما هم کمکش میکنیم، چه بهتر. اگر هم نه که قرار تو رو بیشتر میدونم. یه چیزی بگم نمیزنی تو ذوقم؟ چه حرف نمیزنی؟ دوست خیلی به افتخار کردم سر بلندم که اینیم دیگه. شما که اینی، بگو ببینم اون 10 میلیون قرض چجوری میخوای پس بدی؟ تو فکر میکنی واسه چی سالار دیروز نقش مثبت بازی میکرد؟ واقعا نقش بازی میکرد؟ با امثال این سالار رو من میشناسم، نمیه واسه این مسئله اخلاقی سینه سپر کنه. ولی دیروز سر پسرهای نصرت خانم این کار رو کرد، اصلا خون جلو چشمشو گرفت. حالا اون رو نمیدونم، اون قضیهش فرق میکرد، ولی این قضیه شیرینی گرفتن و نمیدونم آشتی کنون و اینا مال یه آینده نگریه. مال چیه؟ ببین سالار این مغازه رو میخواد، میخواد اجارش کنه، اینجوری همون 10 میلیون اول رو میده هم 10 میلیون دوم. وقتی بچه بودم به پدرم افتخار میکردم، مادرم به برادرش افتخار میکرد. ما زنا همیشه مردی و نیاز داریم که بهش افتخار کنیم، و البته فقط به مردی افتخار میکنیم که بتونیم بهشون تکیه کنیم. Thank you.
چقدر خوبه که هستی. چندین بار خواستم بهت یه خبر خوب بدم، خبری که میدونم خوشحالت میکنم. چی میشد اگه شما مردا یه کمی هم خودتون یه چیزایی رو میفهمیدین؟ چی شده؟ چی شده؟ مامانم چی؟ بابام دیگه. بابات یا مامانت؟ مامانم انداخته بیرون. مگه اصلا بابات برگشته؟ همین الان اومده. عزیزم حتما داره شوخی میکنه. در باز میکنه میفرسته. خدا میزنتش. کیو داره میزنه؟ مامانت داره بابات. نه. بابات داره مامانت. نه بابام داره سهیل رو میزنه. وای فکر کنم دیگه الان داره مامانم میزنه. الان میام. خانمانه بریم بهش کمک کنیم. شما همیشه پشت داری نه؟ بریم پایین. هیچ چیزی به اندازه یه مدیر یه ساختمون بودن نمیتونه حس کنجکاوی آدم و ارسا کنیم. این طول میکشه. بیا با پله بریم. بابا بریم شون خون کشت این بچه رو. ای بابا من نمیدونم چون خواهد چون سرم بزن. بابا در همتایا بیا کمک کنیم بچه رو باید. ببین مدیر ساختمون منو پشت درم الان میخواد به 110 زنگ بزنه. تا بود 110 ساکیه شد کاش زودتر میگفتین. چیکار کنم کشتش؟ چی رو کشتش آخه؟ این بچه هفت تا جون داره. آقا منصور سلام علیکم. کی میخواد زنگ بزنه به 110؟ بابا چه خبر ساختمون گذاشتین سرتون؟ این خراب شده مدیرش چیه؟ بابا انتها خانم دیگه. نه من دیروز پیروز استعفا دادم. پس کی مدیر این خراب شده است؟ یه نفر با انتخاب بشه. خیلی خوب، هیچ چیز جا نمیره. شما هم اینجا میمونی تا اینکه من تکلیف با یه آقای معلوم بشه. آخه برای چی این کارو می‌کنی؟ من برم که ببینم بچه چه خاکی تو سرش. بچه. من از افسانه‌ی کشتی اینجا که بزنم لطه پارش کنم. حالا میگی بچه. آقا منصور من نگفتم بیا بچه رو لطه پارش کن. من گفتم بیا باهاش دو کلمه حرف حساب بزن که من اینقدر تو در همسایه خجالت نکشم. نگفتم که بزن بکشش. حالا که نمارده که اتفاق نمیزدی که. مگه تو نگفتی من بیام اینجا ساکتش کنم؟ خب بفرمو ساکت چونه دیگه. بفرمی خودتون. همه چی به خیلی خوشی تموم شد. بفرمی. گفتی کی اینا زده؟ باز شروع شد. چی شروع شد؟ خب بچه همه کی میخواد زندش؟ خب باز اون بچه کی؟ اونم بچه ته دیگه. هنوز درگیری شروع نشده. اما مطمئنم همین که سالار برسه تو ساختمون درگیری شروع میشه. حتما باید دو نفر هم دیگر رو بکشن تا شما مأمور بفرستین. دارم میگم یه نفر داره بچهشو به قصد کشتن میزنه. نه خیر، بنده مدیر ساختمونم، یعنی بودم، الان یه دو روز استعفا دادم. نه باید دوباره انتخابات بشه، رأی گیری بشه. شما الان من زنگ زدم در مورد مدیر ساختمون ما صحبت کنی، یعنی که مأمور برای ما بفرستی. خواهش میکنم حتما باید یه خون بپاشه. آقا خواهش میکنم یه مأمور. خیلی ممنون. خدافظ. بله. بگی تنهایی؟ بله تنها هستم. چی شو زنگ زدی به پلیس؟ آره میگه دعوا خانواده که مأمور نمیفرسته. بعد شما بری. کجا برم؟ نه گفت میفرستم. تو گفتی نمیفرستم. اولش گفت نمیفرستم، بعد من باهاش صحبت کردم خانش کردم گفت میفرستم. آخ کاش شما نمیومدی. بابا شما گفتی بیا وگر نمیاد در مغازه آبرو ریزی را میندازه. من دل شوره دارم. چرا دل شوره داری؟ که ربطی نداره. آیا او دیدی ربط پیدا کرد؟ نه بابا چه ربطی داره؟ مال آقا سالاره. به حدیث دیگه، حدیث همش از این مکافات میکشیم از دست حدیثه. بله اصلا این باید ببینه پسر دست گلو چه بله سر دختر محصوم مردم بابا باید باید این دفتری ساختمون کجاست اصلا؟ ای بابا دارم چی دارم در مخابده دفتر کجا؟ زنگ زدید بیا. سلام علیکم. کی بیاد؟ همون که سجاد زده؟
من فکر کردم که شما میگید زنگ بزن پلیس رو. من گفتم این زنگ بزن پلیس بیاد. آخه من با پلیس چی کار دارم؟ بابا پلیس رو خوی نصرت خانم گفت زنگ بزنی. بابا الان اصلا یکی میگی چی شده؟ پلیس پس چی دیگه برای در جریان بذاره خب؟ بالاخره من نفهمیدم. آخرش زنگ زدید اون کسی که بچه من زده بیاد؟ بابا هما میگه بیا درو واکن خب موبایلشو برداره. اجازه حرف زدنه؟ آدم وقتی در مورد بزرگترش داره حرف میزنه باید از افعال جمع استفاده کنه. گفتن بیاید کلید رو بیارید که گوشیشون رو بردارن. سجاد سجاد بچه شون من گفتم برو کلید از بابات بگیر، نگفتم بیا اینجا وایسا برو بر اینا رو نگاه کن. چی بگویم بهشان؟ نمیخواد چیزی بگویی بهشان. چی نمیخواد چیکار کنی؟ چی بگویم بهشان یعنی چی؟ این چه تن حرف زدن بیگرگم شو. چه بگویم بهشان؟ انتها خانم شما گفتن مدیر باشین دیگه، نگفتن دخالت تو امور خانواده. نگران اون یکی نباشید، موبایلتون پیش منه. بفرمایید خانم. کیشو؟ بالاخره زنگ زدید بیاد یا نه؟